أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین. امیدوارم که طاعات و عبادات همه شما قبول درگاه الهی قرار بگیرد و توفیق هرچی بیشتر و هرچی بهتر برای ما تا آخر عمر، مخصوصا در این ایام ماه مبارک رمضان، عنایت بفرماید. سوال دیگری که هست، بعضی از عزیزان میگویند که با این که ما در یک شهر زندگی میکنیم و همه ما پیرو اهل بیت هستیم، ولی تقویم های مختلف و اوقات های نماز های مختلف در سیدنی هست و مؤسسات بعضن تفاوت هایی در افطار و در امساک و در نماز صبح حداقل که بر روزه خیلی مهم هست قائل شدن، و بعضی هم سوال میکنن امساک چیست، افطار چیست، مثلا اینا چیست، چی وقت ما نماز بخوانیم، چی وقت نماز نخوانیم. خب این رو من اول یک مرور خیلی کوتاه در رابطه به این تقویم ها عرض میکنیم. مثلا امروز پنجم هست، پنجم اپریل، و روز چهارشنبه. حالا امروز را ما مقایسوی بحث میکنیم. خب در تقویم مسجد الزهرا که قدیمی ترین مسجد در سیدنی استرالیا هست از پیروان اهل بیت، خب 29 اپریل که امروز هست، امساک را فرمودن ساعت 5:01، ولی فجر را 5:16 گفتن. خب همینجا من توضیح بدهم که امساک اصلا اینجا عنوانش هم امساکیه شهر رمضان المبارک گفتن. که امساک چی هست؟ امساک یعنی نیت روزه نکردن. نیت رو نه به عنوان که من نمیخورم به خاطر که روز آغاز شده، به عنوان احتیاط انسان امساک میکند. یعنی ساعت امروز مثلا ساعت 5:01، که فردا هم 5:02 میشود، تا اینجا دیگه سحری رو تمام بکند. ولی آیا می توانم نماز صبح رو بخوانم؟ چون گفتن که با اذان قطع کن خوردن را، با اذان افطار کن. نه، ما یک امساک داریم. امساک همین فاصله هست، مثل که دو تا کشور یک نقطه صفر مرزی دارن که نه از این کشور هست نه از اون کشور. خب در 5:01، 5:02 قبلا 5 بود که دیگه دست از خوردن میشوریم و قبل از امساک هم مسواک خود را میزنیم، آماده نماز صبح میشیم. خب اونهایی که تعقیبات میخوانن، اونهایی که دعای سحر میخوانن، اونهایی که نماز شبشان مانده، خب تا 5:16، 5:16 مثلا امروز اذان صبح بود، از 5:16 به بعد می توانند اذان صبح را، نماز صبح را بخوانند. خب کسانی که عجله دارند می توانند پیش از این مثلا اذان بگن، همین 5:16 شد الله اکبر اذان صبح. این یک احتیاط است. خب افطار مثلا 5:35 نمیشتن. خب حالا این تقویم بعدی که از مرکز نبی اکرم هست، خب چهار شنبه که امروز باشد، پنجم ماه مبارک رمضان، 29 اپریل، 4:57 مثلا سحر گفتن که همون امساک هست، که در اونجا 5:01 بود، ولی 5:16 بازم اذان صبح گفتن. لذاست که در اینجا احتیاط بیشتر شده، اونجا 5:01، اینجا 4:57، احتیاط بیشتر، تقریبا 16:19 احتیاط گذاشتن، و افطار همون 5:35. حالا این مال مرکز امام حسین اسلامیک سنتر هست یا مسجد امام حسین، که گرچه در اینجا نوشته است که نبی اکرم اسلامیک سنتر و المهدی ماسک هم این تقویم را و این
اوقات نماز را قبول دارد. و خب اینها هم چهارشنبه 29 اپریل که امروز بود، پنجم ماه مبارک رمضان، 5:05 اینها، ببینید تفاوت اینجا هست، 5:05 گفتن اذان صبح هست، درسته؟ فجر پریر 5:05 اینجا یک مشکل هست، که در حالی که اینجا هم نوشته است که نبی اکرم اسلامیک سنتر المهدی ماسک هم این تقویم را قبول دارد، ولی 5:05 در حالی که 5:16 که الان از مسجد المهدی را میاریم. خب پس اینجا چی است؟ اینجا هم ما میگیم بله، طبق این هم اگر کسی عجله دارد میتواند نماز بخواند، ولی احتیاط این هست، چون علما در نماز صبح همیشه احتیاط میکردن و بعد از کار خاصه هم دارد بین اذان تا نماز صبح، احتیاط همون هست که یک مقدار با تأخیر بخوانیم نماز صبح، چون فجر صادق، معلوم شدن فجر صادق یک کم مشکل هست. اذان ظهر خیلی ساده هست، مغرب و غروب هم ساده هست، ولی در فجر صادق و فجر کاذب یک کمک اشکال هست. خب مغرب هم بازم همون 12:35 یا 5:35 که هیچ فرق با سایر تقویم ها نیست. خب اینجا مسجد المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، که اینجا ونزده چهارشنبه 5 رمضان 22 اپریل 5:15 گفته، اونجا 5:16، اینجا 5:15، یک دقیقه فرق نمی کند. خب و بعد مغرب را 12:33، خب چون این موقعیت کمبل تاون هست یک مقدار به تفاوت هست، همون 12:33، حالا کسی اگر احتیاط میکند یکی دو دقیقه، لذا بهترینش همین هست که انسان نماز مغرب عشاش را بخواند افطار بکند، خیلی عالی تر هست. و این هم که مرکز جعفریه سیدنی، خب که همین 28 اپریل دیروز را این گرفتیم، حالا اشکال ندارد. نگاه کنید اینجا هم امساک را 4:57 گفته، درست شد؟ و فجر را 5:17 5:17 5:16 5:05. حالا این تقویمی که مال خود ایران هست، 10 اردیبهشت 29 اپریل، کوچیک‌تر بکنم، 29 اپریل چهارشنبه، اینجا هم همون دقیقاً نزدیک تقویم مسجد امام حسین علیه السلام هست، صبح 5:07 نوشتن و مغرب را هم 12:36. پس در مجموع کل بحث را اگر بخوایم جمع بکنیم، البته اینجا ما تقویم های دیگر هم جمع کردیم، از مثلا از مسجد الرحمن و اینها، که حالا زیاد نیاز نیست که ما روی اونها هم بحث بکنیم. حالا اینجا اگر آمد، بله اینجا مسجد الرحمن را ما اینجا آوردیم، الرحمن هم هست که بله، خب رمضان بله از 2020 است، پنجمش یا چهارمش، خب 5:03 گفته نماز صبح هست، 5:03، و اینجا از افطار احتیاط کردن 5:31، احتیاط برچی زودتر به حساب 5:31، که این اصلا کلن یک مبانی خاص دارن، مسجد الرحمن مبانی خاص دارن که اون بحث جدایی می طلبد. لذا اون چیزی که مورد اعتماد ما هست، پس همون احتیاط هست، بهترین کار همون احتیاط هست که ما باید احتیاط خود را انجام بدهیم. و همین مسجد از زهرا که اینجا گفته 4:59، مثلا اینجا 5:01، 5:16، اونجا 5:35، به اینها به مسجد از زهرا، مثلا مسجد امام حسین علیه السلام میشه ما، و سایر تقویم ها، کل اینها بحثش این هست که اختلاف خاصی در اینها نیست، 10 دقیقه 15 دقیقه اختلاف هایی که هست به خاطر احتیاط هست، به خاطر احتیاط هست، یعنی ما
چون دقیقاً نمیدانیم چی وقت اذان صبح میشود، لذا چند دقیقه امساک میکنیم. و چقدر خوب هست که با اینکه وقت مغرب هم خیلی مشخص هست و اختلافی هم در اون نیست غیر از یکی دو دقیقه، احتیاط همین هست که ما چون روزها هم روزهای کوتاه هست، یکی نماز مغرب عشای خود را بخوانیم و بعد افطار بکنیم. بعضی از عزیزان میگن خب این روزه ما قضا نمیشود. نه، در فقه جعفری روزه قضا نمیشود، روزه مثل نماز نیست قضا بشود. اون در اهل سنت هست که میگن الله اکبر که گفت افطار بکن، ما قضایی نداریم، همین که اذان مغرب آمد چی ما بخوریم چی نخوریم تمام شده، روزه ما تمام شده است. با توجه به این مباحث انشاءالله که عزیزان توجه داشته باشند، چون بعضی از افراد از اروپا هم سوال کردند، اونها هم تقویم های همون مراکز خودشان را از آلمان ظاهرا یکی سوال کرده بود، هر کس اون تقویم های مراکز و مساجد خود را ببینن، بهترین راه همون احتیاط هست که 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از اذان صبح ما احتیاط بکنیم. ولی در مغرب احتیاط خیلی لازم نیست، چون نماز مغرب آسان است پیدا کردنش، اون خیلی لازم نیست انشاءالله. خداوند انشاءالله توفیق عنایت بگرداند که ما با معارف اهل بیت آشنا و عامل به علم ما قرار بگیریم و طاعات و عبادات ما رو خالصانه قبول بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.